سرخط خبرها. واکنش تند عربستان به قطعنامه سنای آمریکا درباره محمد بن سلمان. ریاض میگوید دخالت در امور داخلیش را تحمل نخواهد کرد. ادامه تلاش‌ها برای تسریع روند صلح در افغانستان. دور جدید مذاکرات طالبان با آمریکا در امارات متحده عربی شروع شد. بحران انسانی در متراکم‌ترین نقطه جهان. سازمان ملل می‌گوید غزه ممکن است تا 2 سال دیگر غیر قابل سکونت شود. و سرخابی‌های تهران در آستانه خصوصی شدن. دولت ایران می‌گوید آماده واگذاری 2 باشگاه پرطرفدار تهران است. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری دوشنبه 26 آذر 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. وزارت خارجه عربستان قطعنامه سنای آمریکا را محکوم کرده و آن را دخالت در امور داخلیش خوانده. هفته پیش سنای آمریکا با تصویب قطعنامه ای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را مسئول قتل جمال خاشقچی خواند و خواهان پایان کمک‌های آمریکا به ائتلاف عربستان در جنگ یمن شد. جمال خاشقچی 2.5 ماه پیش در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد. ژیار گل گزارش می‌دهد. رهبرانی جدید با برنامه‌های مترقی و آماده برای باز شدن به روی جهانیان. این تصویری بوده که در 2 سال گذشته محمد بن سلمان ولیعهد قدرتمند عربستان سعودی می‌خواهد به جهانیان نشان دهد. اما در 2 ماه گذشته تیتر خبرگزاری های جهان قتلی فجیع در اوج بیرحمی با نقشه عجیب و غیر حرفه‌ای بوده، نه اصلاحات ولیعهد جوان. قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول، سنای آمریکا را هم در مقابل محمد بن سلمان قرار داده. وزارت خارجه عربستان امروز در بیانیه قطعنامه هفته گذشته سنای آمریکا را محکوم کرده و گفته پادشاهی عربستان مداخله در امور داخلی خود را بر اساس اتهامات کذب محکوم و هر اتهامی به هر نفع برای بی احترامی به رهبری کشور را رد می کند. هر اقدامی که حق حاکمیت ما و یا موقعیت ما را تضعیف کند رد می کنیم. Crown Prince Mohammed bin Salman is responsible for the murder. قطعنامه سنای آمریکا حرکتی کم و بیش نمادین بود، اما هشداری هم به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که صبر آنها در قبال حمایت‌های او از رهبران عربستان حدی دارد. با این مصوبه به رژیم عربستان سعودی می‌گوییم که ما بخشی از سیاست‌های توسعه طلبانه نظامی آنان در یمن نخواهیم بود. به رؤسای جمهور آمریکا، چه دموکرات چه جمهوری خواه، میگوییم بر اساس قانون اساسی قانونگذاری مسئولیت کنگره آمریکاست، نه کاخ سفید. عربستان سعودی در بیانیه امروز از موضع دونالد ترامپ و حمایت او از عربستان تقدیر کرده. آقای ترامپ برخلاف سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA و بسیاری سناتورهای آمریکایی حاضر نیست محمد بن سلمان را مسئول این قتل بخواند. او بارها آشکارا گفته به خاطر منافع اقتصادی و نقش عربستان در مقابله با ایران در منطقه دست از حمایت این کشور بر نخواهد داشت. عربستان سعودی قتل جمال خاشقچی را شنیع خوانده و میگوید 11 نفر را به اتهام قتل او دستگیر کرده است. اما دولت ترکیه و بسیاری از سناتورهای آمریکا محمد بن سلمان را آمر قتل این روزنامه‌نگار می‌دانند. ژیار گل، بی بی سی. چند خبر کوتاه. بر اساس گزارش ها از ایران، ماموران امنیتی دیشب با حمله به خانه های تعدادی از کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز 28 نفر از آنها را بازداشت کردند. به گزارش منابع کارگری در ایران، ماموران توضیحی در مورد علت بازداشت این کارگران ندادند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز امروز در 38مین روز اعتصابشان در خیابان نادری اهواز تجمع کردند، اما ماموران امنیتی آنها را محاصره کردند. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت این کارگران را محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شده.
در پی انتقادها از انتصاب کامبیز مهدیزاده، داماد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سمت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، او با ارسال نامه‌ای به وزیر از سمت تازه‌اش استعفا کرد. رضا رحمانی وزیر صنعت سه روز پیش کامبیز مهدیزاده را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی منصوب کرده بود. خبر انتصاب آقای مهدیزاده به سمت معاون وزیر با موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی همراه شده بود که این اقدام را امتیاز دادن به خیشاوندان مقام‌ها بدون در نظر گرفتن صلاحیت و شایستگیشان می‌دانستند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته بودجه سال آینده باید بدون اتکا به نفت تدوین شود. آقای لاریجانی در همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری تاکید کرده که در بودجه سال 98 باید به تامین نیازهای اساسی توجه شود. به گفته رئیس مجلس ایران بودجه این کشور در شرایط تحریم باید با بودجه سالهای دیگر تفاوت داشته باشد. بودجه در شرایط تحریمی باید متفاوت از شرایط عادی کشور باشه. و اصول کارش هم متفاوت هست. به هر حال در شرایط تحریمی ما یه امور ضروری داریم که باید بهش بپردازیم، یه اموری هم که هستن مستحبن خوبن ولی نمیتونیم بپردازیم، این درجه دو میشه. علی رایجانی رئیس مجلس ایران. محمد باقری درمنی زندانی محکوم به اعدام گفته حمید باقری درمنی ببخشید زندانی محکوم به اعدام گفته قربانی دعوای محمود احمدی نژاد و برادران لاریجانی شده. آقای درمنی در رسانه‌های ایران معروف است به سلطان قیر. سهام نیوز فایلی را منتشر کرده که در آن آقای باقری درمنی با اشاره به دعوای 5 سال پیش محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی در مجلس خود را قربانی آنچه که غرض‌ورزی و کینه‌توزی آنها خوانده دانسته. او از آیت الله علی خامنه ای خواسته جلوی اعدامش را بگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شنبه هفته آینده شروع می شود. طبق تقویم انتخابات ریاست جمهوری فهرست نهایی نامزدها 2 ماه دیگر منتشر می شود. نامزدان برای مبارزه انتخاباتی 2 ماه فرصت دارند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است 31 حمل یا فروردین برگزار شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و حنیف اطمر مشاور پیشین امنیت ملی از چهره‌های مطرحی هستند که اعلام کردند نامزد می‌شوند. نمایندگان گروه طالبان آمریکا، عربستان، پاکستان و امارات امروز در ابوظبی دیدار می‌کنند. هنوز مشخص نشده که در این نشست 5 جانبه چه موضوعاتی مطرح می‌شود، اما پیشتر طالبان اعلام کرده بودند که با پیشنهادهای مشخصی به این دیدار خواهند رفت. در چند ماه اخیر تلاش‌هایی برای آغاز مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان شدت گرفته، اما تاکنون دو طرف درگیری جنگ افغانستان هیچ گفتگوی مستقیمی نداشتند. علی حسینی خبرنگار بی بی سی از کابل با ماست. علی، این چندمین باره که دو طرف دارن با هم دیدار، طرف طالبان و آمریکایی دارن با هم دیدار می‌کنند. نظر دولت چیه و جایگاه دولت در این مذاکرات چیه؟ خب، آنطور که مقام های ریاست اجرایی دولت افغانستان به بی بی سی گفتند، چند نفر از هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به امارات رفتند. این هیئت حدود چند روز پیش تشکیل شد و آقای اشرف غنی از او به عنوان بخشی از نقشه راه صلح یاد کرده. چند نفر رفته به امارات متحده عربی و گفته این منبع امیدوارن و انتظار دارن که در نشست و گفتگوهایی که قرار است در امارات متحده عربی برگزار شوند شرکت کنند. از طرف دیگر نمایندگان گروه طالبان و همچنین مشخصا ذبیح الله مجاهد اعلام کرده که در این نشست هیچ دیداری با مقامهای دولت افغانستان نخواهند داشت و افزوده که هیچ یک از نمایندگان دولت افغانستان در این نشست هم حضور نخواهند داشت. پیش از این اما در گفتگوهایی که بین نمایندگان آمریکا و نمایندگان طالبان صورت می‌گرفته، گویا گفته شده که دولت افغانستان از آنها بی‌خبر بوده و بعضی ما در 1-2 مورد از رسانه‌ها آگاه شده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه دولت آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان گفته که این دیدارهای او با نمایندگان طالبان که دست کم 3 بار صورت گرفته برای این صورت میگیره که بخواد مذاکرات این گروه با دولت افغانستان را زمینه سازی کنند. آقای اشرف غنی هم در رابطه با این گفتگوها گفته که دولت آمریکا با نمایندگان طالبان در حال مذاکرات نیستند، بلکه در حال گفتگو هستند. ولی نمایندگان آمریکا طالبان بارها تاکید کردند که به طور مستقیم با دولت افغانستان
افغانستان نخواهند نشست. با توجه به تحرکاتی که در چند هفته اخیر شاهدش بودیم، چه چشم‌اندازی برای این گفتگوها میشه متصور شد؟ خب موضوعی که در رابطه با نشست امروزی میتونم مطرح کرد این که ترکیب این نشست خیلی متفاوت از نشست‌های قبلی است. از طرفی دو نماینده دولت آمریکا در آنجا حضور دارد که فشار نظامی وارد کرده بر طالبان و در جنگ بوده با این گروه. از طرف دیگر نمایندگان کشورهایی حضور دارند که نسبتاً نفوذ دارند بر این گروه، پاکستان، امارات متحده عربی و همچنین عربستان سعودی که در گذشته هم دولت طالبان را به رسمیت شناخته بودند. از این لحاظ میتونم گفت که در روند مذاکرات و گفتگوهای بین المللی با نمایندگان طالبان وارد مرحله جدیدی شده. اگر دولت افغانستان امیدوار است که این نمایندگان این کشورها که نفوذ دارند بر طالبان به طور نسبی، امیدوار است که طالبان راضی کنند که به پای مذاکرات صلح با دولت افغانستان بنشینند. اگر این کار صورت بگیره میتوان گفت که تغییر ویژه‌ای صورت گرفته، گرچه که طالبان به شدت رد کرده و گفته که طرف اصلی مذاکرات با این گروه ایالات متحده آمریکا است و با دولت افغانستان مذاکره نمی‌کنه. و از طرف دیگر هم شرط‌های طالبان برای کنار گذاشتن جنگ هم فعلا ناممکن به نظر میرسه، از جمله اینکه ایالات متحده آمریکا نیروهایش و پایگاهش رو از افغانستان برچینه. در حال حاضر فقط باید منتظر ببینیم که نتایج و برآمد نشست امروز چه خواهد بود. متشکرم علی حسینی خبرنگار ما از کابل. در بریتانیا هیچ نشانه ای از حل بحران خروج این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت به چشم نمی خورد. ترزا می نخست وزیر قرار است امروز در پارلمان بگوید که برگزاری رفراندوم دوم هم نمی تواند این بحران را حل کند. طرفداران برگزیت در همین حال می گویند خروج این کشور بدون توافق در مورد روابط آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا برای آنها قابل قبول است و مشکلی ایجاد نخواهد کرد. چیزی که بخش خصوصی می گوید برای کشور فاجعه بار خواهد بود. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دیروز در لندن. آنها میگویند دوباره باید به مردم مراجعه کرد. یک رفراندوم دوم. درجه حرارت در بحران برگزیت با عمیق‌تر شدن بحران رو به افزایش است. اینها کسانی که معتقدند شرایط طی دو سال گذشته تغییر کرده و مردم باید فرصت داشته باشند که با همه اطلاعاتی که امروز دارند دوباره تصمیم بگیرند. نگذارید به شما بگویند که این خیانت به اراده مردم است، چون بزرگترین خیانت، خیانت به بچه های ما و آینده آنهاست. در میان سخنرانان مایکل هسلتاین از بزرگان حزب محافظه‌کار و وزیر دفاع پیشین کشور در زمان مارگارت تاچر. او میگوید 70% از سالمندان بریتانیا به خروج رأی دادند که خیانتی است به گفته او به جوانان که خواهان ماندن هستند. او میگوید در صورت خروج بریتانیا باید نسل‌ها هزینه بپردازد. هزینه محروم شدن بریتانیا از ایفا کردن نقشی تاریخی در قلب اروپا. هزینه تسلیم کردن قدرت به اروپا. روز شنبه موافقان خروج هم گرد همایی داشتند. تبلیغ برای کندن از اتحادیه اروپا حتی بدون توافقی در مورد روابط آینده با اروپا. این روزها اما آنها به نظر می رسد در موضعی تدافعی هستند. این ناجی فراج از پرچمداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رهبر سابق حزب راست افراطی یوکیپ. او میگوید باید آماده رفراندوم دوم بود و اگر رفراندوم هم انجام بشود باید برای پیروزی مبارزه کرد. با درصدی حتی بیشتر از قبل پیروز شد. امروز قرار است نخست وزیر در پارلمان صحبت کند. گزارش شده که او میخواهد بگوید رفراندوم دوم هم بحران را حل نخواهد کرد و تنها راه توافقی است که او با اروپا به دست آورده و با بعضی از اصلاحاتی که او امیدوار است با نظر مساعد اروپا در توافق ایجاد کند. اما یکی از نزدیکترین مشاوران نخست وزیر میگوید او میخواهد به صدای پارلمان گوش کند، میخواهد ببیند پارلمان چه میخواهد. ما باید روشن کنیم که اراده پارلمان چیه، اینکه اکثریت نمایندگان پارلمان به چه چیزی رأی میدن. هیچ گزینه‌ای رو نباید از روی میز برداشت.
در لندن سرد و زمستانی اکثریتی از نمایندگان باید بتواند بر سر یک راه حل به توافق برسد. اگرچه در این میان موقعیت دولت تریزا می هر روز متزلزل‌تر می‌شود. کسرون جی بی سی. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. عربستان در واکنشی تند نسبت به قطعنامه سنای آمریکا درباره محمد بن سلمان گفته دخالت در امور داخلیش را تحمل نخواهد کرد. دور جدید مذاکرات طالبان با آمریکا در امارات برای تسریع روند صلح افغانستان. در ادامه برنامه اعلام آمادگی دولت ایران برای واگذاری سرخابی‌های تهران به بخش خصوصی. شرایط زندگی 2 میلیون نفر در غزه روز به روز سخت‌تر می‌شود و ساکنان این منطقه هر روز فقیرتر. اقتصاد غزه پس از محاصره از سوی اسرائیل و مصر به شدت آسیب دیده. پس از آنکه حماس یک دهه پیش کنترل کامل غزه را بر عهده گرفت، این محاصره تنگ‌تر شد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی اسرائیل، آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی است. میشل حسین نگاهی داشته به زندگی یک خانواده در غزه. اینجا بارکه کوچک اما به شدت متراکم است، جایی که سازمان ملل هشدار داده میتواند تا سال 2020 غیر قابل سکونت شود. یکی از بریترین مشکلات کمبود آب تمیز در این منطقه است، چیزی که ماهر بلبل نه تنها برای خانوادهش بلکه برای کسب و کارش هم به آن نیاز دارد. اینجا یک دکه قهوه فروشی است، جایی که او از آن کمتر از 3 دلار در روز پول در می آورد. اقتصاد غزه به دلیل سالها محاصره از سوی اسرائیل و مصر آسیب بدی دیده. محاصره‌ای که دو کشور دلیلش را امنیتی می‌خوانند. این محاصره مثل سرطان رو تمام نوار غزه چنبره زده. پخش میشه و همه رو درگیر میکنه. قابل درمان نیست مگه اینکه محاصره برداشته بشه. امروز بانک جهانی میگوید نیمی از جمعیت غزه در فقر زندگی میکنند. این خونه شلوغ یک خانواده پرجمعیته. پدر بزرگ و مادر بزرگ، پسر و دخترها، عروس و دامادا و نوه ها. تو همچین خونه ای سیر کردن همه اصلا آسون نیست. از سال 2014 که خانهشان در جریان یک حمله هوایی اسرائیل نابود شد، 21 نفر در این خانه زندگی می کنند. 3 نسل زیر این سقف زندگی می کنند، اما ماهر تنها ساکن اینجاست که شغلی دارد. لباس نداریم، اسباب و وسایل نداریم. به سختی غذا و آب و تأمین می کنیم و گاهی پولمون حتی کفاف این رو هم نمیده. این تنها نوع زندگی است که بچه‌ها می‌شناسند. اما برای نسل قبلی، یعنی پدر و مادرهایشان، داشتن شغل خوب و زندگی بهتر امیدی از دست رفته است. غم انگیزه که نتونی درست رو در دانشگاه ادامه بدی. من فکر می‌کردم که یه کاری میشم و مردم منو علای حسابدار صدا می‌کنن. حالا خودم رو در یک چاله می‌بینم که نمیتونم از توش در بیام. علا زن و بچه دارد و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش به زندان افتاد. حالا ماهر نگرانی تازه‌ای دارد. یکی دیگر از پسرهای او به تظاهرات هفتگی در نزدیکی مرزهای اسرائیل و غزه رفته و هدف اصابت گلوله لاستیکی قرار گرفته است. همه جوانا میرن و شرکت میکنن. منم مثل بقیه رفتم. خدا بخواد محاصره برداشته میشه، بعد ما میتونیم یه کاری پیدا کنیم، زندگیمونو بکنیم و آینده بچه‌هامونو تأمین کنیم. معلومه که از زخمی شدنش ناراحتم. پسرمه، بزرگش کردم، نگرانشم. میدونم که حالا این موضوع یک بار اضافی برای خانوادمونه. امشب نان تازه در این خانه هست. حتی اگر سوزاندن مقوا تنها راه گرم کردن خانه و پختن نان باشد. معدود افرادی معتقدند که با ادامه حاکمیت حماس که طبق اساسنامه‌اش موجودیت اسرائیل را نمی‌پذیرد، محاصره غزه پایان بیابد.
وقتی با مقام های اسرائیلی و آدم های عادی صحبت میکنم به هم میگن که غزه به خاطر سیاست های حماس به این وضع افتاده. نظر شما چیه؟ نه، دولت داخلی فلسطین نمیتونه مسئول این وضع باشه. محاصره واقعا به ما فشار آورده. در کنار محاصره، دستمزدها از سال گذشته تحت تاثیر سیاست‌های گروه‌های فلسطینی قرار گرفته. از جمله تحریم‌هایی که از سوی مقام‌های فلسطینی علیه حماس در کرانه باختری اعمال شده. خانواده ماهر مانند خیلی دیگر از فلسطینی‌ها می‌گویند امید اندکی برای آینده بهتر دارند. میشل حسین، بی بی سی نیوز، غزه. خبرنگار بی بی سی تام بیتمن از بیت المقدس با ماست. تام، مشکل اصلی و عامل اصلی بحران اقتصادی غزه آیا سیاست‌های حماس یا محاصره اقتصادی؟ جالبه که اونچه که سازمان ملل در مورد این میگه اینه که شرایط انسانی به شدت بدتر شده. ما در این گزارش 15 صفحه‌ای که داده شده نشون میده که هر دو مسئله مشکل هست، هم محاصره اقتصادی و همینطور سیاست‌های حماس در غزه. و جالبه که یکی از چیزایی که توی اون گزارش می‌بینیم وقتی با مردم عادی هم صحبت می‌کنیم در غزه اینه که حس این که کارهای اولیه زندگیشون هم براشون تبدیل به یه چالش شده. این راجع مردم فقیر صحبت نمی‌کنیم، بلکه مردم عادی که اونجا زندگی می‌کنن. همونطور که در گزارش میشل حسین هم دیدیم خیلی مسائل اولیه‌ای مثل تأمین آب براشون مشکل شده. مثلا خانواده‌ها نمیتونن آب آشامیدنی داشته باشن و کمبود این مسائل براشون مشکل ایجاد کرده. مسئله محاصره اسرائیل و مصر هم هست، برای مردم سخت شده خرید چیزایی که همیشه خیلی راحت می‌خریدن. در زمینه برق هم مثلا امسال غزه 18 تا 20 ساعت برق نداشته در طول روز. در طول چند ماه گذشته یه تغییرات کوچکی به سمت مثبت شدن پیش رفته و این به خاطر پولی بود که قطر تزریق کرد به این منطقه که اونا تونستن حقوق کارمندان حماس رو پرداخت بکنن. اسرائیل اجازه داد که اون پول به دست اونها برسه به صورت نقدی که 15 در بچه های 15 میلیون دلاری. این به نوعی یه ذره تونست کمک بکنه به مردم. فکر میکنم خیلی کم بوده ولی اون کمک. بحث نفت و همینطور در واقع سوخت هم بوده که رسیده از طرف قطر، ولی همچنان وضعیت انسانی به شدت بده، وضعیت اقتصادی به شدت بده. 15% بیش از 50% کار ندارن و اینا مسائلی هست که سیاست های حماس و همینطور محاصره هر روز داره اون رو بدتر میکنه. میدونیم که آمریکا کمک های مالی به مسئله فلسطین رو کم کرده. الان آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای انجام فعالیتاش از کجا تامین بودجه میکنه؟ بله، درسته. اتفاقی که در سال پیش افتاده اینه که دولت ترامپ در آمریکا صدها میلیون دلار از پولی رو که به سازمان‌های مختلف سازمان ملل داده میشد و به خصوص آژانس امدادرسانی آوارگان فلسطینی اون رو قطع کرد و این اثر که اونها فعالیت بسیاری در غزه دارن و اون این اثر بسیار بدی گذاشت بر روی همین آژانس امدادرسانی. و در طول یک سال گذشته اونا کل پولی رو که داشتن مصرف کردن. یه بخشی از این پول از اتحادیه اروپا اومد، یه بخش دیگه رو هم موفق شدن از عربستان سعودی بگیرن و هنوز هم خیلی پول کم دارن. ولی وقتی به سال آینده برسیم اونجاست که مشکل شروع میشه. سازمان ملل و همین آژانس امدادرسانی میگن که 350 میلیون دلار برای سال آینده احتیاج دارن و اون بخش بزرگش باید بره به همین به آوارگان فلسطینی که آمریکا همیشه پول زیادی میداده.
آیا اونها میتونن این کمبود وضعیت رو جبران کنن؟ کسی نمیدونه، ولی شرایط بسیار سخته. اتفاقی که امروز افتاده اینه که در واقع هماهنگ کنندگان محلی میگن این شرایط انسانی بسیار بد در غزه و همینطور پول بسیار کمی که در اختیار آژانس امدادرسانی قرار میگیره یک شرایط سیاسی رو ایجاد کرده که به نظر میرسه این شرایط سیاسی تاثیر گذاشته بر وضعیت انسانی افراد در اونجا. بنابراین همه اینها با هم دیگه یک شرایط بسیار شکننده برای آژانس‌های امدادرسانی اونجا به وجود آورده. متشکرم. تام بیتمن، خبرنگار بی بی سی از بیت المقدس با ما. دولت ایران بار دیگر گفته قصد واگذاری دو باشگاه پرطرفدار تهران را دارد. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش ایران گفته فروش این دو باشگاه به بخش خصوصی در دولت به تصویب رسیده و قرار است سازمان خصوصی سازی مراحل قیمتگذاری و تعیین شرایط و نحوه واگذاری این دو باشگاه را انجام دهد. 3 سال پیش هم قرار بود این دو باشگاه پرطرفدار به بخش خصوصی واگذار شود، ولی در نهایت سرخابی‌های پایتخت دولتی باقی ماندند. پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی و عضو تحریریه ایران وایر از وین با ماست. آقای یونسی پور، بارها قبلا تلاش شده برای اینکه این دو باشگاه خصوصی سازی بشه و نشده. چرا دفعات پیش موفق نبود؟ برای رسیدن به جواب این سوال و در حقیقت رمزگشایی چرایی این اتفاق طی 4 دهه اخیر، میشه یه گریزی زد به صحبت‌های آقای سعید فائقی که می‌بینیم آقای سعید فائقی یکی از مهمترین معاونین سازمان سابق تربیت بدنی بودند، در دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی فعالیت داشتند. ایشون سال 81 در مصاحبه‌ای که با روزنامه جهان فوتبال داشتن گفتن که یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که وجود داره برای خصوصی سازی باشگاه استاد پرسپولیس مسئله ورود معاندین هست به هیئت مدیره این باشگاه ها و تملک معاندین. معاندین خب به هر حال میدونیم که در بازه‌های زمانی مختلف طی این 4 دهه اخیر خلاصه شدن در مدیرانی که شاید منتسب باشن به کشور آمریکا، به کشور اسرائیل، در حال حاضر به عربستان و سایر مدیران. همواره این نگرانی وجود داشته که در صورت واگذاری باشگاه استاد پرسپولیس که متاسفانه زمانی به هواداران اونها که بیش از 50 میلیون هوادار در داخل و خارج از کشور میشه، به چشم کسانی که میتونن برای دولت مردان رأی جمع بکنن، چه در انتخابات ریاست جمهوری، چه در انتخابات مجلس و سایر انتخابات سیاسی، به خاطر همین سعی شده باشگاه استاد پرسپولیس در ید قدرت دولت ها نگه داشته بشن. هاشمی رفسنجانی یک مدتی تلاش کرد برای اینکه پرسپولیس رو به بخش خصوصی واگذار بکنه. آقای زم با حوزه هنری این مسئولیت رو به عهده گرفت، ولی آقای خاتمی اومد و تمام در حقیقت معادله های قبلی رو به هم زد و باشگاه پرسپولیس و استقرار بیش از قبل در اختیار دولت قرار داد. روند خصوصی سازی اگر اتفاق بیفته قراره چطور باشه؟ چطور قراره قیمت گذاری بشه؟ آیا اصلا کسی هست که بالقوه توانایی داشته باشه که بخره این باشگاه رو؟ خب خیلی گسترده است. ببینید، در سال 1392 یکی از شعارهای انتخاباتی آقای حسن روحانی واگذاری باشگاه استاد پرسپولیس بود. به محض اینکه وارد شد هم این قول رو داد. در پاییز سال 93 هیئت دولت و فراکسیون ورزشی مجلس به این نتیجه رسیدن که ما واگذاری رو آغاز بکنیم. روند واگذاری هم پیش رفت. اما اجازه بدین این خبری که روز 21 مهر ماه سال 95 خبرگزاری مهر منتشر کرد الان جلوی من هستش، اینه که دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را تایید کرد و به این ترتیب باشگاه استاد پرسپولیس دولتی میمانند. یعنی دو هیئت دولتی که خودش تصویب کرده بود که باشگاه استاد پرسپولیس بخش خصوصی واگذار بشه، از اون طرف پشت پرده یک شکایتی رو تنظیم کرده بود و درخواستی داشت مبنی بر اینکه باشگاه استاد پرسپولیس دولتی بمونه. با توجه به این مسئله که احتمالاً واگذاری با قیمت گذاری و اهلیتی که امروز آقای مازیار ناظمی رئیس روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان تأکید کردن که باید اهلیت خریداران تایید بشه که برمیگرده به همون صحبت‌های آقای فائقی، این پروسه‌ای که بین 2.5 تا 3 سال طول می‌کشه و خود به خود متوجه این مسئله میشیم که احتمالاً عمر این دولت هم به پایان خواهد رسید در پروسه واگذاری که الان دولت در مورد استاد پرسپولیس ازش صحبت می‌کنه. متشکرم. پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی با ما.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اخیراً در گزارشی از افزایش فقر و کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی خبر داده. در این گزارش خط فقر برای یک خانوار 4 نفره در تهران حدود 2,700,000 تومان برابر شده. در برنامه امروز هشتگ شما از مشاهدات شما می‌پرسیم. بر اساس تعداد افراد خانوار چقدر درآمد ماهیانه تان برایتان کفایت می‌کند؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه‌ها که می‌بینید با ما تماس بگیرید. نظر و شماره تلفنتون رو می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbcshuma. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت